سوال 194. در شکل مقابل پرتو خروجی نسبت به پرتو ورودی چند درجه منحرف شده؟ ضریب شکست شیشه هم به ما داده رادیکال 2. چقدر قشنگ. امروز کلن میخوایم نکته بگیم. بچه ها تیغای متوازی سوتو یادتون هست؟ آره همون. مثل شیشه پنجره. نور از یه طرف میاد طرف دیگه خارج میشه، مگه منحرف میشه؟ میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید بچه ها، وقتی پرتو نوری از هوا وارد شیشه میشه، خب طبیعتاً به خط عمود نزدیک میشه. این زاویه میشه زاویه آر. زاویه بعدی که آی پریم اسمشو میذاریم، با آر با هم برابرن. چرا؟ چون دو تا خط موازی خط مورم قطع کرد. مجدداً از شیشه وارد هوا میشه، از خط عمود دور میشه، میشه آر پریم. نکته یادتون اومد؟ اگر دو طرف یک تیغه متوازی و سوتو یک محیط باشه، زاویه تابش ورودی با زاویه شکست خروجی با هم برابر هستن. یعنی به همون اندازه از خط عمود دور میشه که محیط ها چون یکسان هستن به اندازه اون بشه. یعنی آر پریم شما هم میشه 45. خب بچه ها زاویه انحراف زاویه بین پرتو خروجی و امتداد پرتو تابش بود. اگر من امتداد این رو بکشم، اینا که نسبت به هم موازی هن. وقتی موازی باشن منحرف نشدن. وقتی به هم میگه چند درجه منحرف میشه، میگم هیچی، صفر درجه. بعد نکتهشو یاد میگیرم. میخواید بنویسین اصلا. اگر یک یا چند تیغه متوازی و سوتو حتی داشته باشیم، پرتو از یکی وارد بشه از آخر خارج بشه، محیط اول و محیط آخر از یه جنس باشن، پرتو ورودی و پرتو خروجی با هم موازیان. یعنی انحراف نداریم، شیفت داریم، جابجایی داریم، نه انحراف. مسیر تغییر نمیکنه، فقط مستقیم میره. یه خورده میاد پایین تر، دو مرتبه هم مستقیم رو طی میکنه. پس بچه‌ها پرتو خروجی با امتداد پرتو تابش با هم موازی هستن. زاویه انحراف 0 درجه. گزینه درست گزینه 1.